أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. یکی نصال ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات و معصومین به ویژه مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام اجماعا صلواتی را بفرمود. همونطوری که مستحضرید امشب شب در وقت خوردن یگان مرد و راد مرد جهان بشریت پس از وجود مبارک به پیغمبر اسلام است. امشب با توجه به ضیق وقتی که هست و کوتاهی وقت و اعمالی که در پیش داریم، من به جز چند دقیقه مصدع اوقات نمی شدم. در حقیقت مانند فردایی در محراب مسجد کوفه ضربت شمشیر ابن ملجم این جنایتکار جهان بشریت را به سوگ نشاند. به تعبیر امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود نه گذشته و نه در آینده این عالم نمیتوان برای شخصیت علی نظیر و مانند و شبیهی پیدا کرد و لذا یکی از دشمنان او معاویه بن ابی سفیانی که خبر شهادت مولای متقیان به او رسید گفت اقومت النساء ان یلدن بمثله. گفت دیگه پس از این زنها در متولد کردن و به وجود آوردن مردی مانند علی علیه السلام عقیم شدند. در حقیقت میتوان گفت به این که علی علیه السلام دارای جهات متنوعی بود که خصوصیت علی را نشان میداد. ولذا اون ابن عبدالحدید معتزلی در اون اشعاری که در زمینه علی علیه السلام سروده به خاطر دارا بودن ویژگی‌های مختلف و متفاوت میگه به این که جمعت فی صفات کل افداد و لهذا قلت لکل انداد جمعت فی صفات کل افداد و لهذا قلت لکل انداد. فرمود شخصیتی است وجود علی علیه السلام مجموعه ازداد و لذا به خاطر این ویژگی این خصوصیاتی که در علی جمع شده بود علی ند و شبیه نداشت. کسی که میدان شیر میدان جنگ و نبرد بود همین انسان در محراب عبادت در راز و نیاز و تضرع و مناجات با خدا مانند یک مادر فرزند از دست داده عشق می‌ریخت. و لذا در فقدان چنین وجودی در شهادت چنین وجودی دارد که جبرائیل در طلوع فجر چنین شبی در آسمان ندا داد که تحدمت والله ارکان الهدا و
برای چیش هیچ شخصیتی جبرائیل چین ندایی در آسمان نداد جز وجود مقدس علی علیه السلام. به قدری در فضائل علی علیه السلام روایت نقل شده، خیلی من چکیده و اشاره عرض می کنم. به اعتراف بزرگان دانشمندان اهل سنت برای هیچ صحابه اینقدر فضیلت نقل نشده که برای علی علیه السلام نقل شده. تا جایی که در بعضی از منابع اهل سنت 200 الی 300 آیه از آیات قرآن را در متن علی رقم میزنند که خداوند متعال در شأن نزول علی، در فضیلت علی، در مدح و منقبت علی، خداوند متعال آیاتی را در قرآن کریم بر پیغمبر نازل کرده. من اشاره کنم به یک حدیث که این حدیث درش سلسله سندهایی است که نشوندهنده بزرگان مخالفینی است که اعتراف به فضائل علی کردند. احمد بن حنبل سرکرده مذهب حنبلی در میان مذاهب اربعه اهل سنت این روایت نقل میکنه. از جمله اونها ابن عبدالحدید معتزلی از بزرگان معتزلی اهل سنت این حدیث رو نقل میکنه. از کی؟ از شخصیت میرسید علی شافعی که اونها همه از عمر بن خطاب نقل کردن که وجود مقدس پیغمبر اسلام فرمود، خطاب کرد به علی: یا علی لو ان البحر مداد، اگر تمام دریاهای دنیا تبدیل به مرکب بشود و ریا و اقلام تمام چوبها و درختان دنیا و جنگلها تبدیل به یک مداد نویسنده بشه و انس و کتاب تمام انس انسانها نویسنده بشن و جن و حساب اجنه هم بیان شمارش کنن، ما احصا و فوائلک یا علی. نمیتوانن فضائلی که برای تو نقل شده شمارش کنن. نشون دهنده ملاک کثرت این که چقدر احادیثی که تنها از پیغمبر اکرم در فضائل علی علیه السلام نقل شده. خب امشب شب ضربت خوردن این شخصیت با عظمتی است و شبی است که مصادف است با یکی از شبها و لیالی قدر، اون شبی که امشب یا فردا شب یا بله شب 21 یا شب 23 که مقدرات هر انسانی برای سال آینده رقم میخورد طبق احادیث و روایاتی که در منابع کثیری ما از ائمه وارد شد. در عظمت همین شب بس که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: انا انزلناه فی لیلة القدر. بعد در عظمت لیلة القدر میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شب. شب قدری که ما بتوانیم خداوند متعال به ما توفیق درک فیض اون شب را عنایت کند از هزار ماه برتری دارد. یک شب از هزار ماه با فضیلت‌تر و برتری دارد. یه حدیثی از وجود مقدس پیغمبر، پیغمبر خدا فرمود: ان الله اختار من الایام الجمعه. خداوند متعال در یه زمانهای خاصی قطعا عنایت خاصی داره، در یه مکانهای خاصی هم عنایت خاصی داره. مثلا در عرفات عنایت خاصی به حجاج خدا میشه، در زیر گنبد و بارگاه امام حسین علیه السلام اونم از مکانهای خاصی است که خداوند عنایت میکنه. لذا بل اجابت و تحت قبته از خصوصیات و ویژگی ها و فضیلت های امام حسین همین بس که هر کسی موفق شود در زیر گنبد و بارگاه امام حسین علیه السلام دست به دعا بردارد، خداوند متعال دعای او را مستجاب میکنه. بنابراین همچنانی که مکانهای خاصی مورد عنایت خداست، زمانهای خاصی هم مورد عنایت خداست. لذا پیغمبر فرمود در این حدیث: ان الله اختار من الایام الجمعه، از زمانهای ویژه روز جمعه است. و
و من از شهور شهر رمضان، از میان ماهای سال خداوند متعال ماه مبارک رمضان را اختیار کرد. و من اللیالی لیلة القدر، از جمله زمانهایی که یه ویژگی و اختصاص خاصی داره برای دعا و نیایش و راز و نیاز و مناجات با خدا، آمرزش گناهان، مشمولیت رحمت الهی، شب مبارک قدر است که این شب یا امشب است یا شب 21 یا شب 23. باز یه حدیث دیگر، امام بابا علیه السلام فرمود ان العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في الف شهر ليس فيها ليله القدر. فرمود به این که کار عمل صالحی که انسان در چنین شبی که شب قدر است انجام دهد، از هر عمل صالحی در هزار ماهی که لیلة القدر در اون نیست فضیلت و برتری دارد. امشب دارای اعمال خاصی است، یه اعمال مشترکی است که انشاءالله تا دقایق دیگر انشاءالله ما به این اعمال میپردازیم، اما یه عمل خاصی هم امشب دارد، چون اولا شب ضربت خوردن علی است، دارد که صد مرتبه این عمل گفته بشه که اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. اینی که از اعمال خاصه شب 19. دومین عمل مخصوص اعمال شب قدر شب 19 استغفار است. در مفاتن الجنان مرحوم قمی نقل کرده، محدث قمی، که امشب 100 بار این ذکر استغفر الله ربی و اتوبو الیه انسان بگوید. شب رحمت، شب مغفرت الهی است، آمرزش گناهان محو گناهان انسانه. اشاره من به همین شب استغفاره، این عرض کنم و انشاءالله خاتمه عرایزم باشد. در حقیقت استغفار یک رابطه بین مخلوق و خالقه، استغفار یک ارتباط بین بنده است و پروردگار متعال، به خصوص در یک زمانهای خاصی مانند شب قدر که شب استغفاره. از اعمال امشب شب استغفاره، از اعمال امشب استغفار به درگاه پروردگار متعال است. استغفار به زبان بسیار ساده این طلب مغفرت، طلب درخواست مغفرت، درخواست آمرزش گناهان در درگاه خداوند متعال. به صورت ساده استغفار درخواست آمرزش گناهان است. انسان اون عذاب وجدانی که پیدا میکنه، هر انسانی هنگام عذاب وجدان پیدا میکنه از برای گناهی کرده، خطایی که از او سر زده، مرتکب گناهی شده، با این استغفار اون روح و عذاب وجدان او آرامش پیدا میکنه. و شکی در اون نیست که استغفار طلب آمرزش در هر زمانی از طرف بنده به سوی پروردگار مورد قبول و اجابت است، به خصوص در یک زمانهای ویژه مانند شبهای قدر. انسان با این استغفار اون عذاب وجدانی که داره به آرامش میرسه، و این وعده الهی است که خداوند متعال بنده ای که به درگاه او استغفار کنه، گناهان او را مورد مغفرت و آمرزش قرار میدهد. خداوند متعال در سوره آل عمران میفرماید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اون بندگانی که یه عمل فاحشه انجام دادن، یه گناهی مرتکب شدن، ظلموا انفسهم، ستمی کردن، گناه در حقیقت ستم به خداونده، مخالفت با مقررات الهی ظلم به خداونده، مرتکب ظلمی شدن، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، همین که یاد خدا کنن، ذکر خدا را بر زبان جاری کنن، طلب مغفرت کنن، خداوند متعال گناهان اونها را مورد بخشش و آمرزش قرار میده، به خصوص چنین شب. آیه دیگر که خداوند متعال این وعده‌اش را قطعی و محقق میداند که هر کسی به سمت او استغفار کند قطعا این دعا برگشت خواهد داشت، در سوره نساء
خداوند متعال می فرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، کسی گناهی مرتکب بشه، خطایی کنه، ظلم و ستمی کند، ثم یستغفر الله، بعد برش پشیمانی رخ داد، ندامت، پشیمانی از این که مرتکب چنین گناهی شده، بعد طلب مغفرت کرد، ثم یستغفر الله، پس از آن طلب مغفرت کرد، طلب آمرزش، درخواست آمرزش این گناهان را کرد، یجد الله غفورا رحیما، خدا را در جایگاهی میبیند که هم رحمت الهی شامل حال اوست و هم گناه و خطا و معصیت او مورد مغفرت و آمرزش خداوند است. لذا بهترین دعا در هر زمان به خصوص در چنین شب گران قدری استغفار است. اصلا خود استغفار یه دعاست از طرف بنده و پروردگار متعال. پیغمبر خدا در این حدیثی فرمود خیر الدعا الاستغفار، یکی از بهترین دعاها به درگاه پروردگار لایزال متعال الهی طلب آمرزش گناهان است. بهترین عبادت استغفار است، همین عبادتی که انسان گاهی به وسیله نماز به جا می آورد، گاهی به وسیله مستحبات دیگر، خود ذکر استغفار با توجه به درگاه خداوند یکی از بهترین عبادت هاست. باز در حدیثی دارد که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی رسول خدا فرمود خیر العباده الاستغفار، یکی از بهترین عبادت ها کسانی که به درگاه خدا راز و نیاز میکنن، یکی از بهترین عبادت های اونها درخواست آمرزش گناهان است. من این حدیث از وجود مقدس پیغمبر بخونم و انشالله خاتمه عرایضم باشه. بنابراین امشب شب استغفاره، شب درخواست آمرزش گناهان است، شب توجه به خداوند است، شب قدری که به خصوص اگر استغفار، این طلب آمرزش و درخواست آمرزش در نیمه های شب قرار گیرد، بهترین زمانی که اون صدای راز و نیاز و مناجات بنده به گوش خدا میرسد و خدا در بهترین زمانهای 24 ساعت شبانه روز یعنی بعد از نیمه های شب علاقه و دوست داره که صدای مناجات بنده را بشنود، پس از نیمه های شب است. حدیث دارد که پیغمبر خدا فرمود الا اخبرکم بشیئن ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب. در این حدیثی دارد که پیغمبر خدا فرمود آیا مایل هستید یه خبری به شما بدهم که اگر به اون عمل کردید شیطان به اندازه مشرق و مغرب از شما دور خواهد شد؟ طبیعی است کسی که به این دستورالعمل اون چی که پیغمبر خداوند فرموده عمل کنه، این آثار بر او مترتب خواهد شد. لذا پیغمبر فرمود به شما چیز را یاد میدم، خبر دهم از چیزهایی که اگر به اون عمل کردید به اندازه فاصله مشرق تا مغرب شیطان از شما دور خواهد شد. که این حقیقت یک بعد نمودار بوده، یعنی اونقدر شیطان از شما دور خواهد شد که دیگر کاری به شما نخواهد داشت، وسوسه نخواهد کرد. بعد قالو بلا، اصحاب فرمودن بله یا رسول الله. فرمود قال الصوم یسود وجهه، یکی از چیزهایی که سبب دوری ابلیس و شیطان از انسان می شود روزه گرفتنه. حالا روزه گرفتن ماه رمضان به جای خود، ما روایات بسیاری داریم که انسان در هر ماه قمری اول ماه، وسط ماه و آخر ماه مستحب روزه بگیر. یا در روایاتی داریم به این که در هر هفته دوشنبه و پنجشنبه هر هفته از مستحبات روزه گرفتن در طول سال. لذا فرمود به این که روزه گرفتن یه عبادتی است که یوسف به دو وجه روی شیطان رو سیاه می‌کنه. یک. دوم و صدقه تکسر و بهره، فرمود انفاق کردن در راه خدا
دستگیری از مستمندان، انفاق در راه خدا، صدقه دادن از جمله مواردی است که سبب شکستن کمر شیطان می شود. و بعد سوم فرمود والحب فی الله والمعاذره علی العمل الصالح. کسی در راه خدا چی رو دوست داشته باشه؟ اصلا کار انسان، رفتار انسان، قدم انسان، حرف انسان، گفتار انسان برای خدا باشه. اون حدیث که عرض کردم من چند وقت قبل، این که اگر کسی به خاطر خدا، یعنی خالصا لوجه الله، بره یک انسان مؤمن را زیارت کننده کند، کمنزار الله فی عرشه. ببین چقدر مقام بالا. کسی برای خدا یه انسان مؤمن رو زیارت کنه، نه به خاطر یک اغراض دنیوی، هدف دنیوی، مادی، فقط به خاطر محبت خدا از یه مؤمنی دیدار کند، کمنزار الله فی عرشه، مانند آن است که خدا را در عرش ملاقات کرده. بعد فرمود الحب فی الله والمعاذره علی العمل الصالح. کسی که در عمل نیک همیاری کنه، کمک کنه، همکاری کنه، این هم از اون جمله مواردی است که فرمود یقطعان دابره، پشت شیطان را قطع میکنه و از بین میبره. و بعد در آخر حضرت فرمود در آخر حدیث والاستغفار یقطع وتینه. فرمود استغفار، درخواست آمرزش گناهان از درگاه خداوند متعال، از اون اموری است که ریشه شیطان را از بین میبرد. لذا در روایت دارد که خوشا به حال اون بنده ای که در روز قیامت هنگامی که نامی عمل او را باز میکنند، در زیر هر گناه او کلمه استغفار نوشته شده. این حدیثه. یعنی انسان پس از هر عمل خطایی که مرتکب میشه، معصیتی که انجام میدهد، به خاطر ندامت و پشیمانی طلب آمرزش میکنه. لذا فرمود توبا، متن حدیث اینه، حالا من مضمونش عرض میکنم، خوشا به حال اون بنده ای که در روز قیامت هنگامی که نامه عمل او باز میشه، در زیر هر گناه او استغفار و طلب آمرزش گناهان به ثبت رسیده. در این شب، این شب را این شب گرانقدری است، مغتنم به شماریم و در میان مناجات و راز و نیاز و دعاهایی که میکنید با توجه و خلوص نیت و قلوب طاهره، دلهای پاک به سمت خدا رهسپار شویم. خداوند متعال یکی از دعاهای امشب، یکی از درخواستهای امشب ما را که مورد اجابت قرار میدهد، آمرزش همه گناهان و گذشته ما باشد. پروردگارا به مولای متقیان علی علیه السلام قسمت میدهیم همه گناهان گذشته ما را ببخش و بیامرز. بار خدایا توفیق پیروی و تبعیت از اهل بیت به همه ما عنایت بفرما. لحظه بین ما و علی و اولاد علی جدایی مینداز. بار خدایا مشکلات را از کشورهای اسلامی بخصوص از پیروان مذهب اهل بیت ریشکن بگردان، جهت شادی ارواح طیبه مؤمنات انبات این جمع. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.